تلویزیون القد با موسی افشار عضو کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران در مورد فشارهای داخلی و خارجی بر روی رژیم ایران و همینطور آینده این رژیم گفتگو کرد. الان و حکومت ایرانی بین ضغطین داخلی و خارجی. ابدا معك من الضغط الخارجي. هل ترى في تحذير تلویزیون القد. رژیم ایران هم اکنون در میان دو نوع فشار قرار گرفته است. یکی فشار داخلی و دیگری فشار خارجی. آیا شما در هشدارهای وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا موضوع جدیدی را می‌بینید؟ آیا امکان دارد که آمریکا بعد از تحریم‌های اقتصادی علیه این رژیم گام‌های دیگری را علیه آن بردارد؟ موسی افشار. تمام سیاست جدید للاداره الامریکیه تجاه نظام ایرانی. ما در مقابل سیاست جدید آمریکا علیه رژیم ایران قرار داریم. این سیاست با سیاست دولت قبلی آمریکا یعنی دولت اوباما که به رژیم ایران امتیازهای مجانی بسیار بزرگی میداد تفاوت دارد. دولت جدید آمریکا اعلام کرده است با رژیم ایران جنگ نخواهد کرد و نمیخواهد که این رژیم را تغییر دهد. بلکه مایک پومپئو و سایر مسئولین آمریکایی تاکید کردند که به رژیم ایران فشار میآورند تا رفتارش را تغییر دهد. ولی علی خامنه ای بارها به صراحت گفته است که تغییر رفتار رژیم به معنی تغییر نظامش است. القد. نظر شما در مورد فشارهایی که حسن روحانی در داخل مجلس و نیز از طرف مردم با آن مواجه است چیست؟ موسی افشار. ابتدا باید بگویم که رژیم ایران در کلیت آن یعنی نظام ولایت فقیه نه دولت روحانی زیر فشارهای سنگین مردم است. ولی این بار که قیام از 26 دسامبر 2017 شروع شد، ماهیت آن با ماهیت قیام‌های گذشته تفاوت کامل دارد. این قیام ناشی از درگیری‌های درونی رژیم نبود و در خارج حاکمیت شروع شد. تظاهرکنندگان این بار می‌گویند اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. به این دلیل الان نظام ولایت فقیه با تمامی جناح‌هایش در زیر فشار مردم است. ولی طبعاً جناح خامنه‌ای تلاش می‌کند مشکل را به گردن دولت روحانی بیندازد و بگوید که این قیام‌ها به خاطر سوء مدیریت او بوده. مردم به خوبی می‌دانند که دولت و رژیم ولایت فقیه و به ویژه بیت خامنه‌ای و عناصر سپاه پاسداران هستند که اموال مردم را غارت می‌کنند و آنها را برای حمایت از شبه نظامیان بنیادگرا و برنامه‌های موشکی‌شان به هدر می‌دهند.